سرخط خبرها روسیه نسبت به آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد فنلاند و سوئد به زودی درخواست عضویت خود در ناتو را اعلام می کنه. رئیس محیط زیست قائم شهر از دو متری به پلنگ شلی کرد. ایلان ماسک توییتر را خرید 44 میلیارد دلار. و 15 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین جان باختند. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. روسیه نسبت به آغاز جنگ جهانی سوم هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین سرگ لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مذاکرات صلح روسیه با اوکراین ادامه خواهد داشت. اما خطر واقعی وقوع جنگ جهانی سوم است. وزیر امور خارجه روسیه در حالی نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داده که از روی رویکرد رئیس جمهور اوکراین در قبال مذاکرات صلح انتقاد و او را به تظاهر به مذاکره متهم کرد لاوروف در این حال افزوده است که ما به مذاکره با تیمی که زلنسکی به نمایندگی از اوکراین فرستاده است ادامه می دهیم و این تماس ها ادامه خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مطمئن از همه چیز با امضای یک توافق به پایان می رسد. اما پارامترهای این توافق با وضعیت جنگی که رخ داده است مشخص خواهد شد لاوروف در سخنان خود همچنین بار دیگر در پایان تاکید کرد که خطر یک جنگ جهانی واقعی است و خطر جدی است نمیتوان این خطر را دست کم گرفت فنلاند و سوئد به زودی درخواست عضویت خود در ناتو را اعلام می کنند. به نقل از رویترز رهبران فنلاند و سوئد قصد دارند با یکدیگر دیدار کنند و پس از آن به طور علنی برنامه خود را برای پیوستن به ناتو اعلام کنند سنا مارین نخست وزیر فنلاند در جریان دیدار با ماگدال ناندرسون همتای سوئدی خود گفته است که فنلاند ظرف چند هفته یا آینده تصمیم خود برای عضویت در ناتو را اعلام خواهد کرد در مقابل اما وزارت خارجه سوئد گفته است که نمیتواند فوری در مورد این موضوع اقدامی انجام دهد سوئد در این ارتباط گفت استکهلم در حال بررسی سیاست امنیتی است که شامل عضویت احتمالی در ناتو است و اعلام نتایج آن تا عواسط ماه می به طول خواهد انجامید بیشتر نیز پارلمان فلان در 20 آوریل بحث در مورد پیوستن این کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را آغاز کرده بود بر اساس نظر سنجی های انجام شده توسط برخی از رسانه های فنلاند صد نماینده پارلمان این کشور تصمیم گرفتند که به عضویت فنلاند در ناتو رأی مثبت دهند این نظر سنجی ها همچنین نشان میدهند که تنها دوازده نماینده پارلمان مخالف پیوستن فنلاند به ناتو هستند و دیگر نمایندگان نظر خود را به پس از طرح بحث ها موکول کردند مسکو بارها مخالفت خود را با پیوستن فنلاند به ناتو اعلام کرد است. روسیه 1300 کیلومتر مرز مشترک با فنلاند دارد بنابراین اگر هلسینکی به ناتو به پیوندن مرزهای زمینی بین کشورهای عضو ناتو و روسیه دو برابر شده و به 2600 کیلومتر میرسد رئیس محیط زیست قائم شهر از دو متری به پلنگ شلی کرد اسلحه بیهوشی به دلیل ترافیک نرسید فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائم شهر پس از رویت پلنگ در فاصله دو متری خود به پلنگ شلی کرد و یفسود مرکز استان مازندران دو قبضه اسلحه بیهوشی دارد که به دلیل ترافیک شهرهای شمالی فردا آموزش دیده به همراه اسلحه بیهوشی در مناسبی به قائم شهر نرسید. روسیه شش ایستگاه ارسال تسلیحات خارجی به اوکراین را هدف قرار دادیم وزارت دفاع روسیه خبر داد که نیروهای این کشور روز دوشنبه 27 تأسیسات نظامی اوکراین را با موشک های بسیار دقیق هدف قرار دادند بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه شش در منطقه دونباس که از طریق آن تسلیحات و تجهیزات نظامی خارجی به اوکراین تحویل داده می شود منهدم شده است وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که طی روز دوشنبه چهار پهپاد اوکراینی در مناطق ایزیوم دونسک و خارکیف سرنگون شدند از سوی دیگر ستاد مشترک ارتش اوکراین نیز خبر داد که روسیه تلاش دارد تا مسیرهایی را که کمک های نظامی خارجی از سوی غربی ها به اوکراین ارسال می شود را هدف قرار دهد ستاد مشترک ارتش اوکراین اضافه کرد که نیروهای روس اقدام به شلیک موشک از بمب های راهبردی کشتیها و زیر دریایی ها می کنند. ایلان ماسک توییتر را خرید 44 میلیارد دلار هیئت hey, مدیره توییتر با پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری co نیم میلیارد پوند ایلان ماسک موافقت کرده است. به گزارش انتخاب به نقل از BBC، بی بی سرویس جهانی ایلان ماسک کمتر از دو هفته پیش این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت تویتر پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد که او آن را فعال خواهد کرد. وی همچنین خواستار یک سری تغییرات از جمله کاهش محدودیت‌های محتوایی و ریشه‌کن کردن حساب‌های کاربری جعلی شد. حمله روسیه به اوکراین شکست استراتژیک برای مسکو خواهد بود به نقل از آناتولی اورسولا لین رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا تجاوز روسیه را به عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت خود قلمداد کند. او گفت که اتحادیه اروپا مطمئن است که تجاوز غیرقابل توجیه و غیر موجه روسیه به اوکراین یک شکست استراتژیک برای مسکو خواهد بود لاین که این سخنان را در جلسه افتتاحیه هفته این دور گفتگوهای کنفرانس شاخص دهلی نو در مورد مسائل جهانی راد میکرد همچنین گفت که هند و اتحادیه اروپا به حق هر کشور برای تعیین سرنوشت حاکمیت قانون و حقوق اساسی خود احترام می گذارند. او خاطرنشان نشان کرد که اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای کمک به اوکراین برای دستیابی به آزادی انجام خواهد داد. فوندلاین تاکید کرد که پاسخ به تجاوز روسیه آینده ی نظام بین المللی و اقتصاد جهانی را تعیین خواهد کرد. فوندلاین همچنین خاطر نشان کرد که برای اتحادیه اروپا مشارکت با هند یکی از مهمترین روابط ما در دهه آینده است و تقویت این مشارکت یک اولویت است. روسیه چهل دیپلمات آلمانی را اخراج کرد. روسیه چهل دیپلمات آلمانی را از کشور اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفیر آلمان در مسکو را احضار کرده و به او اطلاع داده است که چهل تن از همکاران نمایندگی دیپلماتیک آلمان در روسیه اشخاص نامسلوب تشخیص داده شدن این واکنش تلافی جویانه روسیه در قبال اقدام مشابه آلمان صورت می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که به سفیر آلمان در مسکو یک یادداشت در مورد سیاست غیر دوستانه برلین نیز داده شده است. 15 هزار نظامی روس در جنگ اوکراین جان باختند. وزیر دفاع انگلیس مدعی شد که از ابتدای جنگ در اوکراین حدود 15 هزار نظامی روس جان خود را از دست دادند. بن روز دوشنبه با ایراد سخنانی در مجلس عوام افسود که 2000 خودروی زرهی شامل 530 تانک و بیش از 16 بالگرد و جت جنگنده روس نیز نابود شده است. وی عنوان کرد تهاجمی که قرار بود یک هفته طول بکشد حالا هفته ها به درازا کشیده و روسیه در رسیدن به اهداف خود در اوکراین ناکام مانده است وزیر دفاع انگلیس با بیان اینکه مرحله بعدی حملات روسیه در دونباس متمرکز خواهد بود افزود: ما به عنوان جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کنیم که اوکراین به تسلیحات مورد نیاز دست پیدا کند وی سه هفته ی آینده را در جنگ اوکراین کلیدی خواند به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم ممنون که تا پایان با ما همراه بودید وقتتون خوش و خدا نگهدار